بنیاد انتخابات شرح ببخشید بیشتر اخبار مربوط به رسیدگی به شکایت پروسه انتخاباتی که بیش از 2000 ذکر گردیده است و همچنین محتوای کنفرانس مطبوعاتی اداره امنیت ملی افغانستان را از خانم مکیه منیر خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا میشنوید که از استودیوی کابل با ما هستند. خانم منیر سلام بر شما. از پروسه رسیدگی به شکایت انتخاباتی آغاز کنین، تازه ترین یافته ها در این مورد چیست؟ تشکر، سلام به شما و بیننده های تلویزیون آشنا. امروز کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که اینا به تعداد 2588 مورد شکایت از روز رایدی و 48 ساعت بعد از روز رایدی دریافت کردند که بیشترین شکایت باز هم در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می باشه که به تعداد 991 مورد است و همچنان 664 شکایت بر حلای دکتر عبدالله عبدالله و 573 مورد شکایت بر حلای دکتر اشرف غنی احمدزی در این کمیسیون ثبت شده و 573 مورد شکایت دیگه هم در مورد مسئولین و کارمندان دولتی که در امور انتخابات مداخله کردن ثبت شده. بله. کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که بیشتر از شکایات یک تعدادش جدی می باشه و اینا به دقت بررسی میکنن و روند بررسی شکایات سر از امروز آغاز میشه در دفاتر ولایتی از اینا و به مدت 10 روز ادامه پیدا میکنه. و از سوی دیگه امروز امنیت ملی در یک نشست خبری گفت که اینا از آغاز انتخابات و به خصوص بعد از دور اول انتخابات ریاست جمهوری تا حال از 473 عملی تروریستی و پلانهای تروریستی اینا جلوگیری کردن و این پلانها را خونسا ساختن و همچنان سخنگوی امنیت ملی گفت که اینها در 12 روز گذشته به تعداد 64 عملیات را اندازی کردن که در نتیجه 10 شبکه تروریستی را که مربوط شبکه های مختلف می باشه اینها بازداشت کردن و 24 ساعت قبل از روز انتخابات اینها 6 شبکه تروریستی را که می خواستن عملات تهاجمی، انتحاری و انفجاری در شهر کابل انجام بدن بازداشت کردن. بله، ممنون و تشکر از شما. برنامه را با تحلیل های باز هم مرتبط به افغانستان ادامه می‌دهیم. تشکر از شما خانم منیر.